ایرانیان و دیرکرد در دریافت زمانه. یادداشتی برای همایش بزرگداشت دکتر مسعود انصاری در کالیفرنیا اکتبر 2014. گفته می شود ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم، بنابراین تاریخ را تکرار می کنیم بی آنکه از آن بیاموزیم. به باور من فراتر از کاستی حافظه تاریخی، بسیاری از ما ایرانیان در دریافت زمانه و شناخت بزرگان همروزگارمان هم دچار نقصان جدی هستیم. بر این پایه بزرگان هنر، ادب، اندیشه و سیاست همروزگارمان را هم با یکی دو نسل و گاهی چندین نسل تأخیر در میابیم. در واقع نه ما بل نسل های پس از ما هستند که پیشاهنگان و بزرگان دوران ما را کم و بیش خواهند شناخت، همان گونه که گروه بیشتری از ما پس از دو سه نسل که از قتل احمد کسروی و مرگ صادق هدایت گذشته با احتیاط کورمال کورمال داریم ارج، جایگاه و اندیشه های آنها را در میابیم. اکنون از خود میپرسم که آیا ملت ایران زنده‌یاد مسعود انصاری را هم با دیرکرد زمانی خواهد شناخت؟ با وجودی که در عصر ارتباطات الکترونیکی و رسانه‌ای هستیم و کسانی مانند انصاری هم کم و بیش از این امکانات بهره گرفتند، اما توجهی که اندیشه های او باید در ما برمی انگیخت تا از نکبت شیعیگری، دین خویی، اسلام زدگی و خرافات پرستی رها شویم، آنچنان که باید بر نینگیخت. از آن قشر نازک اجتماعی که دغدغه شناخت و آگاهی دارد بگذریم. سخن من از مردمانی در شمار فراوان یا به عبارت دیگر اکثریت یک ملت است که فردوسی را در تنهایی و ناداری رها کردند، رضا شاه و مصدق و امیر کبیر را با تأخیر شناختند، هدایت و کسروی را با دیرکردی شگفت آور هنوز نشناختند. همان توده هایی که اگر امروز از هومر آبرامیان، دکتر علیرضا آثار، سیاوش لشکری، دکتر علی مهراسا، بهرام چوبینه و همانندانشان سخن به میان آوریم، یا آنها را کم می شناسند یا از آنها روی گردانند، چون نشتر به دملهای چرکین واپسماندگی فرو می کنند، یا به گفته فریبکاران سیاسی به مقدسات توده های مسلمان توهین می کنند. نبود حافظه نیرومند تاریخی، دیرکرد در درک زمانه، بیتوجهی به پیشاهنگان روشنگری در زمان زندگیشان، مردستایی مضحک و نهادینه شده از شاخصهای ناهماهنگی ما با زمان و زمانه اند. اینها از شاخصه های واپس ماندن ما از قافلی تمدن است. پنداری ما فرسودگان و از پای افتادگانی هستیم که لنگان لنگان، نفس نفس زنان و با دعا و بسم الله و ورد خوانی در پی قافلی تیزپای تمدن جهانی می رویم و
نمی توانیم عقب ماندگی خود را جبران کرده و به قافله برسیم. پس از 65 سال تازه داریم با لکنت زبان از اعلامیه جهانی حقوق بشر حرف میزنیم و در همان حال پیشوایان دینی که جای پیشاهنگان روشنگری را غصب کرده اند میگویند ما خود حقوق بشر اسلامی داریم و نیازی به منشور حقوق بشر سازمان ملل نداریم. 2500 سال از پادشاهی کوروش هخامنشی گذشته، گروهی از ما تازه تازه داریم با ترس و لرز به او افتخار میکنیم. چندین هزاره از اسطوره گردآفرید شاهنامه گذشته تازه تازه داریم دزدکی به او افتخار میکنیم. نزدیک به 20 سال گذشت تا ما شرم زده و در گوشی از فریدون فرخزاد تقدیر کنیم، آن هم با اما و اگر و شرط و شروط. ده ها سال از مرگ فروغ فرخزاد گذشت تا ما کم کم صفت هرزه و فاحشه را از پشت نام او برداریم. پس از سکوتی تلخ و به گونه نابهنگام داریم درگوشی از فرخرو پارسا یا تیمسار رحیمی به پچپچه میگوییم عجب آدمهای شجاعی بودند. البته در میان این عوام الناسی که عنوان ملت بزرگ و متمدن ایران را مصادره اسلامی کرده همواره بودند و هستند گروهای از مردم خردمند که زمانی خود را در همان زمان بشناسند، بزرگان و پیشاهنگان اجتماعی خود را در همان روزگارشان بشناسند و پشتیبانی کنند. اما این گروه ها آنچنان کم شمار و پراکنده بودند که صدایشان به همگان نمی رسید و اگر می رسید لعن و نفرین می شدند و یا به زندان و بالای چوبه دار می رفتند. اینان و پیشاهنگان و بزرگان ما چنان پراکنده بودند که احساس می کردند و هنوز احساس می کنند که تنهایند و دارند در تهیا سخن می گویند. بیشتر آنها احساس می کردند که گویا در گورستانی بزرگ خطاب به مردگان سخن می گویند. ناامیدی، ترس از حذف فیزیکی، تنگ دستی، تنهایی کشنده، حس ناامنی و درماندگی گریبان بیشتر نواندیشان و پیشاهنگان ما را گرفته بود و اکنون نیز چنین است. عوام الناس در ایران توان شناخت نجات دهندگانش را ندارد. تاریک اندیشان مدفون در تاریکی قدرت شناخت روشن اندیشانشان را ندارند. زنده بگوران ایران قدرت شناخت مسیحای زمانی خود را ندارند. آنها مقلد و پیرو مجتهدان مضحک و پوسیده‌ای هستند که کارمایه کسب و کارشان نادانی اکثریت مردم است. آنان حوصله و توان اندیشیدن ندارند. مقلدانی هستند که باید مراجع تقلید به جایشان فکر کنند، تصمیم بگیرند و فتوا بدهند. نام ماتیک ها و کرم های صورت برای آنها بسیار بیشتر از نام شجاع الدین شفا آشناست. نام صمد آقا برای آنها بسیار شناخته شده تر از نام میرزاده عشقی است. چرخهای این امت پنچر شده
ساعتش خابیده و فقط 1400 سال پیش را نشان می دهد. ارواح اینان در بیابانها و شنزارهای کربلا سرگردان و گریان است. اینان اندازه قنداق حضرت علی اصغر را می شناسند، اما نمی دانند گیو و طوس سرداران اسکندر مقدونی بودند یا امیر ارسلان رومی یا کیکاووس ایرانی. چون این عوام الناسی نه سزاوار صفت بزرگ است و نه شایسته صفت متمدن. چون این ملت یا امتی اساس‌زنان و نالکنان در دنبالی قافلی تمدن لنگ لنگ می زند و گامی به پیش می رود و چند گامی به عقب. خسته، پیر و فرسوده در سنگلاخ تاریخ درمانده و فریاد وا مصیبتا و یا امام زمان ادرکنی بر می آورد و می نالد که چرا خودی و بیگانه، شیخ و سلطان، عرب و مغول، ترک و سامی، روس و آخوند توی سرش می زنند؟ چرا به او ستم می کنند؟ چرا گرسنه است؟ چرا آزاد نیست؟ چرا پیشرفت نمی کند؟ چرا یکی از امتهای بدقواری دنیا شده و بوی نا گرفته؟ اگر از چشم شیطان و الله به دور در حال بیدار شدن و دیگردیسی باشد، زیر جلکی از خود میپرسد چرا به این حال و روز افتادم؟ یا در خود زاری میکند، دست به دعا بر میدارد، به جادو، جنبل، دین، مذهب و آخوند و رمال متوسل میشود، بلکه از این نکبت تاریخی و فرهنگی رها شود. اما براسی کدام ملت توانسته با دعا و تقلید و دین زدگی سری در میان سرها برآورد؟ کدام امتی توانسته با مذهب، قرآن و اسلام به ملتی مدرن، جهانی و پیشرو تبدیل شود؟ مگر می شود یک امت که نام ملت بر خود گذاشته، پیشاهنگان روشنندیش و مبارزان راستین دگرگشت خواه خود را نشناسد، آنها را تنها بگذارد، تکفیر کند، منزوی کند و آنگاه خود سر از جهانی متمدن برآورد؟ کسانی همچون دکتر مسعود انصاری مشعلی هستند زیر باران، مشعلی در مسیر تند باد و طوفان، مانند پروانهایی که زیر سم شترها له می شوند. آنان مشعلی منزوی شده در یک قار و در میان قارنشینان فرهنگی هستند. پیامبران اصحاب کهفند که ناگهان از خواب پریده، چشم گشوده و دریافتند به فسیل تبدیل شدند. روشنایی این مشعلها دامن گستر نیست. آنان می سوزند تا ده‌ها سال بعد نسلی از نسل‌های آینده بر خاکسترشان بنشیند یا به خاکسترشان چنگ بزند و با ناله و افسوس بگوید عجب مرد آگاه و شجاعی بوده است این ملعون. ای کاش هنگامی که انصاری زنده بود، ای کاش هنگامی که کسروی و هدایت و کوروش آریامنش زنده بودند می گفتیم بزرگا مردانی که اینانند، عجب مردان شجاع و از خود گذشتی هستند. ای کاش هنگامی که قرة العین و فروغ زنده بودند می گفتیم بزرگا زنانی که اینانند. باری به خود مدال ملت متمدن نچسبانیم. ما هنوز در پیشا تاریخ
و پیشا تمدن جا مانده ایم. امت اسلام ناب محمدی یا همان امت همیشه در صحنه، هنوز در غار تاریک حرا و در خواب اصحاب کهف فرو مانده است. آری، تا زمانی که امت مسلمان در ایران دین را از بنیانهای سیاسی، حکومتی، اجتماعی و فرهنگی خود کنار نزند، به ملت تبدیل نخواهد شد. تا عمامی روحانیون به آبریزگاه قنداقه های ایران تبدیل نشود، سیمرغ رهایی در آسمان ایران به پرواز در نخواهد آمد. برای جلو انداختن پرواز سیمرغ باید به روشن اندیشان مجال دهیم بی واهمه سخن بگویند و روشنایی را بگسترند. باید راهشان را باز کنیم تا پیش و پیشتر بتازند. باید بالهاشان را تیمار و نوازش دهیم تا بلند و بلندتر پرواز کنند. آنان را با اتهاماتی از قبیل توهین به دین و ایمان مردم و یا توهین به مقدسات و یا توهین به محمد و آل محمد ترمز نکنیم. آنان را تا زنده هستند یاری کنیم. بگذاریم ایران ما دوباره ایران شود. یاری کنیم تا مردم ما دوباره ایرانی شوند و جای شایسته خود را در جهان دانش، علم، جهانگرایی، خردمندی و مدنیت بازیابند. من هرگاه از عوام الناس سخن میگویم، حساب مردمان دانا، کوشا و متمدن ایران را از آنها جدا میکنم. حتی همان عوام الناس هم یک دست و یکسان نیستند. طیف‌های گوناگونی دارند و ویژگی‌ها و باورهای ناهمسان. اشاره ام به عوام الناس اشاره به میلیون‌ها نفری است که پشت سر آخوندها خم و راست می‌شوند، به چاه جمکران و زیارتگاه‌های قم و مشهد و کربلا و نجف هجوم می‌برند، به امامزاده ها و احادیث و خرافات دخیل می‌بندند و سیاهی لشکر نادانی و ستم و بیدادند. در میان و در کنار اینان اما کم شمار نیستند زنان و مردانی شجاع و آگاه که تاریخ میهن خود را خوب می‌شناسند و در طول هزارها به ویژه در روزگار ما برای آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و نوگرایی اجتماعی کوشیدند و میکوشند و البته هزینه دردناک و سنگینی بابت کوشششان پرداختند. آنان با اندیشه، با قلم، با قدم و با هر شکل ممکن دیگری گشایندگان راه و راهنمای آینده بوده و هستند. اینان ایران سازان فردا و یاریگران خورشیدند و کسانی همچون دکتر مسعود انصاری نیز از میان اینان برآمدند. آری، تن به ناامیدی ندهیم که ناامیدی آغاز تباهی، فروپاشی و نیستی است. تن به ترس ندهیم، چرا که ترس برادر مرگ است. تن به سکوت ندهیم که سکوت سرشت گورستان است. دست بر زانوان خسته بگذاریم، برخیزیم. غبار تاریخ، تارهای عنکبوت دین، خاک مرگ و تاریکی را از خود بتکانیم.
و همانند برخی از نیاکان سرخ جامه و خرمدین من برای رسیدن به آینده‌ای که برای بسیاری از ملت‌ها به گذشته تبدیل شده به راه افتیم. بازوان من را به بازوی رستم تکی دهیم، صدای من را در صدای خونیاگران زندگی بیامیزیم، بالهای من را به بالهای سیمرغ گره بزنیم و در بازوان آرش کمانگیر جای بگیریم. بیباکانه از روشنگران و پیشاهنگان من دفاع کنیم، شانه به شانه در پشتشان بایستیم. آزادی را به کسی پیشکش نمی کنند. برای آزادی باید کوشید. رزمیدن برای آزادی حق ماست. رد امامان و روحانیون، اسلام ستیزی و تشیع گریزی حق ماست. مچاله کردن نظام فتوا و تقلید و انداختنش به زبالدان حق ماست. کندن جامعه مندرس و بویناک اسلام از این تنهای شکنجه شده و خونین حق ماست. برای آنکه تنها نمانیم، بزرگان شجاع و اندیشورزان پیشگام خود را تنها نگذاریم. چیزی از این ساده تر نیست که با هم باشیم و نیروی فراتر از نیروی یک ملت وجود ندارد تا بتواند در برابر یک ملت پایداری کند، به شرط آنکه از امت به ملت تبدیل شویم. امت ها پیامبر دارند و مراجع تقلید، ملت ها اما روشنگر دارند و راهبرانی نو اندیش و شجاع. از همین امروز ساعتی با خود خلوت کنیم و ببینیم چگونه می توانیم کم حافظگی تاریخی من را جبران کنیم، چگونه می توانیم زمانه خود را در زمان خود بفهمیم، چگونه می توانیم با پیوستن به روشنندیشان خود پیشاهنگان نسل‌های پس از خود باشیم. در گشت و واگشت در میان چنین فکرهایی است که کسانی همانند دکتر مسعود انصاری را باید در زمان خودشان ارج نهیم و بکوشیم راهشان را با نیرومندی، خردمندی، شادابی و کار پی بگیریم. راه، نام و اندیشه های مسعود انصاری پایدار و گرامی باد. میرزا آقا عسگری مانی، بخوم، 7 اکتبر 2014.